خب امروز رسید به نوبت بستن پنل‌های LED یا هالوژنا. همینطور که می‌بینید ما داخل فریم‌های هالوژنا رو تمیز کردیم، گچ‌های داخلشون رو در آوردیم و الان آماده است که خرطومی‌ها و سیم‌کشی‌ها رو بیاریم پایین و پنل‌های LED رو نصب بکنیم. من توی این قسمت میخوام که دو نمونه نصب رو به شما آموزش بدم توی ویدیو باشه. قبلا من توی سقف کناف حالت دو پل رو گذاشته بودم، ولی خب چون یه دونه پنل رو بسته بودم، برای خیلی از دوستان سوال پیش اومده بود که قبلی ها و بعدی ها چجوری بسته میشن یا توی حالت تک پل چجوریه. برای همین تصمیم گرفتم این سری یه دونه هالوژن تک پل اول ببندیم، آخر مسیر رو، وسط مسیر رو، و بعد از این میریم سراغ سیستم هالوژن دو پل، آخر مسیر رو و وسط مسیر رو. اینا رو هر دوشون رو ببینید، طریقه سیم بندیشون رو و بقیه ماجرا بریم که انجامش بدیم. من توی این کار میخوام از شیرینگ حرارتی یا وارنیش حرارتی استفاده بکنم. توی کار قبلی ما از ترمینال استفاده کرده بودیم، توی این یکی از شیرینگ استفاده میکنم. قبل از اینکه ما بخوام بریم سراغ نصب هالوژنا، بهتره یه سری کارها رو برای خودمون به صورت سری آماده بکنیم که برای هر هالوژن نخواهیم بیایم دونه دونه وسایلش رو ردیف بکنیم و بعد بریم سراغ بستن. به این جور کارا میگن سری کاری، یعنی شما همه کارا رو پشت سر هم انجام میدید و آماده میکنید تا کار به مرحله نهایی برسه. برای این کار بهتره که اول شیرینگامون رو آماده بکنیم. خب من برای بستن هالوژنا اول تقریبا اندازه 2-3 متر شیرینگ رو با اندازه 10 سانتی در میارم. حالا این میتونه برای هر کسی اندازه دلخواهش باشه، شاید یکی بخواد 15 سانت ببره، شاید یکی بخواد 5 سانت ببره. این تو هر کاری اندازه خودش، من اینجا 10 سانت میبرم. برای این کار وقتی میخوایم سریعتر این کار رو انجام بدیم، به یه کاتر نیاز داریم برای برش دادن. بعد شما مقداری از این شیرینگ رو آزاد میکنید. ببینید از این قسمت زانو، پشت زانو ردش میکنید و اینجوری به نظر من حالا سریع تره. ببینید به این حالت شما میتونید تون تون شیرینگا رو ببرید و اندازه تمام هالوژناتون که حالا هر چقدر احتیاج دارید. من اینجا هالوژ 150 تا شیرینگ احتیاج دارم. حالا برای اینکه وقت ویدیو رو زیاد نگیرم، همین تعداد رو میبرم، بقیهش رو بعد ویدیو انجام میدم. این شیرینگا رو همراه خودمون داشته باشیم توی یکی از جیبامون که دیگه هی نخواهیم از روی چهارپایه بیایم پایین. توی این سقف ما از لوله های خرطومی استفاده کردیم. یه جاهایی شاید دوستان دیگه از لوله های پی وی سی یا از لوله های پلیکان نرم استفاده بکنن، حالا اون بسته به شرایط کاراست. اینجا از لولای خرطومی استفاده شده. برای کوتاه کردن لولای خرطومی ما به کاتر احتیاج داریم. برای چیدن سیم‌های اضافه به یه دونه سیمچین احتیاج داریم و برای برداشتن روکش سیم‌ها به یه دونه سیم لخفن احتیاج داریم. خب این سه تا کار ما رو راه میندازه تا اینکه بتونیم سیم‌ها رو آماده بکنیم و پنلمون رو ببندیم. این پنلیه که مالک محترم تهیه کردن برای این کار. قبل از اینکه بخوایم بستنا رو شروع بکنیم، بهتره که پنلامون هم آماده بکنیم برای کار. این مقداری که سیم لخ گذاشتن روی پنل برای بستن داخل ترمینال مناسبه، ولی برای بستن با شیرینگ و چسب برق مناسب نیستش. اینو بهتره که مقدار لختی رو تقریبا به 3-4 سانت برسونید. پس پنل ها رو اندازه اونی که برای واحدمون میخوایم بر میداریم و سیماشون رو آماده میکنیم. ما اینجا از پنل های همه رو از رنگ مهتابی استفاده میکنیم، برای همین نیاز نیستش که رنگاشون رو جدا بذاریم.
شما اگر مثلا یکی در میون آفتابی مهتابی میخواید بزنید، بهتره که اول بعد از اینکه سیما رو آماده کردید، هالوژناتون رو روی جاهایی که میخواد آفتابی مهتابی بخوره بچینید که گم نکنید که مثلا این هالوژن آفتابی خورد بعدی مهتابی میخوره. اول از همه بچینید، بعد از همون بالا بردارید و استفاده کنید، یا اگر بالا نور مخفی نداره جا نداره زیر کار بچینید. بریم کار انجام بدیم. خب این قسمتیه که سیم ما توی این مسیر سیم کشیمون، این میشه آخرین هالوژن ما. اینو من چون بدون فنر رد کرده بودم، چسب زده بودم سر سیما، هم اومدم که روی هالوژنا سیمو لخ کردیم، اینجا هم همونقدر لخ میکنیم سیمو. ببینید برای بستن آخرین هالوژن این نکته خیلی مهمیه. ببینید سیم برقمون رو دو قسمت میکنیم، چون ببینید سیم ما 1.5 و سیم هالوژنمون 25/100. اینو دو قسمت میکنیم، سیم هالوژنمون رو با یکی از این قسمت ها میپیچیم و بعد این قسمت دوم رو با قسمت اول دوباره با هم میپیچیم به این شکل که این دیگه در نمیادش اینجا. دومی هم به همین شکل میبندیمش. خب این بسته شد و حالا آماده جا زدن شیرینگمونه. بعد از اینکه سیمو بستیم، شیرینگمونو نسبت به سایزی که داره، برای این کار که ما آخر مسیر، من از شیرینگ نمره 4 دارم استفاده میکنم، ما میتونیم از شیرینگم اول شیرینگو داخل سیم جا بندازیم، بعد که هالوژنو بستیم شیرینگو بیاریم روی سیم ها. اینجوری هم میشه، فرق آنچنانی نداره. بعد من تو کارم اینجوری هم که همه هالوژنا رو شیرینگاشون رو جا میزنم و میبندم، بعد آخر سر با یه دونه مشعل اینجوری میارم حرارت میدم، چون وقتی تعداد هالوژنا زیاد میشه فندک دیگه زورش نمیرسه. این مشعل المپیکمونا. شیرینگ حتما مهمه که از دو سمت حرارت ببینه، یعنی شما وقتی که میخواین شیرینگ رو حرارت بدین، وقتی فندک رو از زیر میگیرین دوباره سیم رو برگردونین، از این سمتش هم بگیرین که دو سمتش جذب بشه. مثل این ببینین چجوری سیما رو دلای شیرینگ مشخصه، باید از دو سمت شیرینگ دور تا دورش به این شکل باشه. ولی اگر شما از یه طرف حرارت بگیرید به این شکل نمیشه، یه طرفش جذب میشه. برای همین خیلی مهمه که از دو طرف حرارت رو بگیرید. خب بعد از اینکه پنلمون رو بستیم، سیما رو میفرستیم پشت. حالا این پنل یه مقدار فنراش نرمه، برای پنلایی که فنرهای سفتی دارن این کار رو سریعتر هم میشه. اول یه فنر رو جا بندازید به این شکل، دومی رو بندازید اینجا و هل بدید داخل. به این حالت جذب میره وای میرسه داخل. مخصوصا حالا این صفای رابیز و گچ یه مقدار کار کردن توش سخته، حالت گیر داره، پایه های فنره هالوژنا گیر میکنه، ولی تو سقف کناف این خیلی راحته. مخصوصا وقتی میخواییم اینجوری جا بندازین، تون تون جا بندازین و تمام میشه میره. خب بریم وسط مسیرش هم بهتون بگم. خب دوستان، ما هالوژن انتهای مسیر رو بستیم، اینم هالوژن وسط مسیره. ببینید ما توی وسط های مسیر اصولا توی بیشتر موارد یه دونه خورتومی اومده، یه دونه خورتومی رفته. حالا
حالا ما اینجا خیلی جاها رنگ سیما رعایت نمیشه، ما اینجا نولمون آبیه، تو اکثر جاها اونایی که رعایت میکنن استانداردها رو آبی، سیم نول، قرمز، قهوه‌ای، مشکی، اینا میشن سیم فازمون. اینجا سیم ارت نداریم، سیم رنگ زرد هم با خط سبز میشه سیم ارت. روکش سیما رو بر میداریم. اینجا برای اینکه دو تا سیم داریم دیگه نیاز نیستش که اوسط بازش بکنیم، یکی از سیما رو میبندیم و از سیم دوم رو میبندیم روش. این دوباره همون اتفاق میفته و دیگه نیاز نیستش که یکی از سیما باز بشه، باز این محکم میشه، سیم دومی میاد روش رو میگیره و این یکی هم سیم نولش. تو این پنل ها اصلا حالا تو فرق تک فاز تو اکثر جاهات جای فاز و نول هم مهم نیستش. خب دوباره این دوتا رو که بستیم، شیرینگا رو میذاریم روی سیمامون. و حرارت دادن رو شروع میکنیم. مشعل اولمپیک رو روشن میکنیم، اول از یه جهت، بعد از این جهت. سعی کنید اگر حرارت شعلتون مثل این مشعل بالایه زیاد یه جا نگه ندارین که بخواد شیرینگتون رو بسوزونه. این هم از این. حالا جان اول مسیرمون هم با این وسط مسیر هیچ فرقی نداره، فرضاً میتونه خورتومیه که وارد شده از کلید برقمون اومده باشه و خورتومی هم که از توی فرم خارج میشه میره به سمت هالوژن بعدیمون. این وسط مسیر هم گفتم ببندم که دیگه با کل این مسیر آشنا بشید. بعد از این میریم سراغ هالوژن های دو پل. هالوژن دو پل تنها فرقش با این اینه که شما باید رعایت کنید بین پل های یکی در میونتون. بریم اونم انجامش بدیم.